میشه. گاهی اوقات از کنار هم گذاشتن اخبار پراکنده که هیچ ربطی به هم ندارن میشه یک نتیجه گیری کلی کرد. در برنامه این هفته هم به چند خبر پراکنده پرداخته میشود، از سیل در البرز و مازندران تا چاله قلب راکتور در عراق، همچنین تشکر ظریف و هنر روحانی در یکی از سخنرانی های رئیس جمهور منتخب بازبینی میشود. همانطور که گفته شد اخبار پراکنده را شروع میکنیم با سیل. سیل سقز رو برد. سقز رو برد. باران تابستانی که بیشتر به شکل رگبار از چند روز پیش در برخی مناطق ایران باریدن گرفته، در سقز کردستان سیل به راه انداخت و به بازار و خونه ها خسارت داد. نگاه کن، حداقل یه متر و نیم با آب ریزی تو مغازه من، یه دونه جنس هم اصلا سالم در نیومده. تا به حال سابقه نداشته، توی سقز چنین سابقه ای نداشته، خیلی به ما ضرر زده. ضرر میلیونی به مردم وارد شد، بعد همه زیرزمینی ها پر شدن از آب، مردم نتونست هیچ کاری بکنه اصلا. خدمت ایران پرستان گرامی عرض کنم که اگر نمیدونید سقز کجاست، سقز اینجاست در استان کردستان، تو کشوری که مسئولینش از صبح تا شب دارن زج مویه میکنن که واو خوشحالی، امسال 20% از پارسال کمتر بارون اومده، پارسال 30% از پیارسال کمتر بارون اومده بود و اینا، یه دونه بارون تابستانی سیل به راه میندازه و این همه خسارت وارد میکنه. و این اصلا ربطی به سوء مدیریت مسئولین و نبود زیرساختهای شهری برای مقابله با این باران تابستانی که حداکثر چند ساعت طول میکشه نداره. این سیل در روز یک شنبه 28 تیر ماه اومد. فردا این روز همین بارون تابستانی منجر به یه سیل دیگه شد. باران شدیدی که عصر دیروز در شمال و شمال غرب شروع شد، موجب وقوع سیلاب در 27 شهرستان و آبگرفتگی معابر، منازل و تخریب خانه ها، پل ها و راه ها و گرفتار شدن مسافران به ویژه در جاده های شمالی و نزدیک رودخانه ها شد. پزشکی قانونی جان باختن 12 تن را در البرز و تهران در پی طوفان و سیل دیروز تأیید کرده است. سیلاب در 27 شهرستان، تخریب پل ها و راه ها و تأیید جان باختن 12 نفر تا الان، این تا اون موقع. بعد موقع چقدر بارون اومده بوده؟ وقتی که کمتر از 8 ساعت 60 میلیمتر بارندگی هست، حجم بارون رو مشخص بکنید چقدر زیاده. کمتر از 8 ساعت 60 میلیمتر یعنی 6 سانتی متر بارون اومده. اگر بتونه دوربین شما این ارتفاع رو هم نشون بده. یک فیلمی رو هم محیط زیست از دوربین هاش گرفته بود که خیلی خوب اصلی رو ببینن که مردم ها بدونن که یک دفعه چگونه یک حادثه ای ایجاد میشه. آهان، این فیلم محیط زیست رو که دیدید الان، همین یک دفعه و همین چند ثانیه ازش پخش شد، فکر کنم اونم از دستشون در رفته بود. در این فیلم به وضوح میبینید که آب از یه جای غیر از مسیر رودخانه وارد رودخانه میشه. این آب از کجا آمده بود؟ حسین طلا رئیس مجمع نمایندگان استان تهران میگه شکست شدن آب بند کارگاه چینی ها برای آزادراه تهران شمال بر اثر شدت بارندگی موجب شد حجم آب با سرعت بالا وارد رودخانه بشه و در منطقه کن و سولغان سیل راه بیفته. بله، شکست شدن آب بند یا همون سدی که پیمانکاران چینی اتوبان تهران و شمال زده بودند، عامل اصلی این همه خسارت 6 سانتی متر بارون در کن و سیلوغون بود. قبلا هم یه اتفاق مشابه این در تجریش تهران افتاد و باعث شد که تجریش تهران رو سیل ببره. اما از اونجایی که در نظام مقدس همه چی شفافه، هیچ خبرنگاری جرئت نکرد که بیشتر از این در این زمینه کند و کاف کنه، چون ممکن بود امنیت نظام به خطر بیفته. یعنی یه جورایی امنیت اون پیمانکار چینیه با امنیت نیروهای امنیتی نظام روی هم افتادن. خلاصه موضوع آب بند چینی ها و اون فیلم محیط زیست ماستمالی شد و بیشتر از اون راجع بهش حرفی زده نشد. در عوض یه موضوع دیگه پیش کشیده شد. نقش سازمان هواشناسی در هشدار به مردم و کاهش تلفات و خسارات احتمالی این بار هم زیر تیغ تیز نقد مردم و برخی مسئولان رفت. هواشناسی که پیش بینی نکرد. رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران تیزترین نقد رو در این زمینه مطرح کرد. این پرینت سایت بین المللی هواشناسیه. 10 روز قبل از حادثه اعلام کرده که در ساعت 6:30 بعد از ظهر، weather history for Tehran Iran، 6:30 PM
سرعت با 22.2 کیلومتر بر ساعت، ساعت 7:30 75.6 کیلومتر بر ساعت و ساعت 7:30 77.8 کیلومتر بر ساعت یک 10 روز قبل رو سایت هواشناسی بوده برای ایران پیش بینی کرده. البته ما زمان دکتر احمدی نژاد یه ماهواره هواشناسی فرستاده بودیم اون بالا. نمیدونم اونجا داره چیکار میکنه. اما خب خدا رو شکر ماهواره های استکبار هستن اون بالا و اطلاعاتشون هم در اختیار ما میگذارن. فقط ما باید بریم اونجا نگاه کنیم. فشار و رطوبت و همه اینا رو تو این سایت دیده. اینم گرافاشه که قشنگ میتونید ببینید که ظرف مدت یک ساعت از چقدر به چقدر رسیده و همه اطلاعات هست. متاسفانه سال گذشته چون برخورد خوبی با اون مقصرین حادثه قبلی نشد، شما دیدید اینجا هیچ کی عذرخواهی نکرد که ما کوتاهی کردیم چه اتفاقی افتاد. سال گذشته یعنی همون طوفان پارسال تهران که اونجا هم یه چند نفری کشته شدن. همونطور که شنیدین اون موقع هم کسی پاسخگو نبود، حتی عذرخواهی هم نکردن. دقیقاً با همون مشکلی امروز مواجه هستیم که طوفان سال گذشته مواجه بودیم و اون اعلام هشدار سریع بود. اعلام هشدار سریع یکی که خود سازمان در واقع هواشناسی این وضعیت رو پیش بینی بکنه، مطلع بشه و قبل از اینکه حادثه اتفاق بیفته مردم رو مطلع بکنه از این حادثه که این اتفاق نمیفته. نمیفته دیگه. چرا خودتون اذیت میکنید؟ ولش کنید مثل بقیه چیزا. رئیس سازمان هواشناسی میگوید قبل از اتفاقات آب و هوای چند روز گذشته که منجر به فوت بیش از 16 نفر از هموطنانم شد به دستگاه‌های مختلف اطلاع رسانی شد. اطلاع رسانی البته با ادبیات سازمان هواشناسی. رئیس اورژانس هم میگوید اطلاعیه را دریافت کردیم اما جایی برای فرود هلیکوپتر نداشتیم. یعنی اطلاع رسانی شده ولی اون نهادهایی که بعد از این اطلاعات استفاده میکردن یا نکردن یا نمیتونستن استفاده کنن. جدایی از مناسب نبودن امکانات هواشناسی برای پیشبینی وضع هوا و صلاح دید پلیس راه برای مسدود نکردن جاده ها، رئیس اورژانس کشور از بالگردهایی گفت که اگه میتونستن بپرن هم جا برای نشستن نداشتن. من این که اصلا قابل قبول نیست. اگر که در حال یعنی تکذیب میکنید این موضوع رو؟ نه خیر، من مطلع نیستم از این موضوع که ببینیم آیا اجاره داده شده یا اجاره داده شده یا داده نشده. یعنی بدون اجازه شما این کار انجام شده؟ به هر حال دستگاه‌های اجرایی خودشون مسئولیت‌هایی دارن. این آقایی که مطلع نبودن رئیس ستاد بحران کشور هستن. اینی که هواشناسی امکانات نداره هیچی. اینی هم که جایی برای فرود بالگرد تعبیه نشده به کنار. اما اجاره دادن همون امکانات ناچیز ستاد بحران به نهادهای دیگه داستانش چیه؟ بخشی از این تجهیزات و امکاناتی که حتی موجود بوده اینها واگذار شده به سایر بخش‌های غیر مرتبط. حتی مثلا ماشین‌های مدیریت بحران برای مسئولین و ارشاد خدمتون که خودروهای استانداران و امثالهم در مواردی استفاده شده که ایشون که الان صداشون شنیدین رئیس کمیسیون عمران مجلس هستن. یعنی که این اتفاق افتاده. اجاره دادن وسایل ستاد بحران به یه نهاد دیگه در هر سیستم فاسدی میتونه اتفاق بیفته، ولی زل زدن رئیس ستاد بحران توی دوربین و اظهار بی اطلاعی کردن از این موضوع اونم با لبخند از اون اتفاقاتی که فقط در نظام مقدس میتونه بیفته و بس. مسئله خیلی مهمه. نظارت داریم. شما میگید که ما پیام هشدار رو گرفتیم، آماده بودیم، بعد چطور اطلاع ندارید از اینکه به هر حال نه این بس متفاوته با اون بسه. چرا متفاوته؟ الان که الان همین رئیس اورژانس گفت اگر که ما میتونستیم هلیکوپترها رو پرواز بدیم مشکلات ترافیکی رو میتونیم پشت سر بگذاریم. زمان رو حالا ببینید قابل بررسی است. بله این قابل بررسی است. یه هفته بعدم که بررسی شد همین آقای رفت پشت وزیر کشور قایم شد و وزیر کشور هم آب پاکی رو ریخت رو دست همه. وزیر کشور امروز در حاشیه نخستین جلسه که شورای عالی مدیریت بحران گفت ستاد مدیریت بحران در قبال حوادث اخیر تهران و البرز عملکرد خوبی داشته و نمیشه گفت غافلگیر شده. کل اتفاق در 7 دقیقه رخ داده. کمک رسانی که در این مقوله انجام شد خب قابل قبوله با توجه به اینکه جاده کرج در اون موقع یک طرفه بود، زمین کج بود و اینا.
خلاصه چون کل اتفاق در عرض 7 دقیقه رخ داده، قابل قبوله که بعد از چندین ساعت ستاد بحران وسایل اجاره داده شده شو جمع و جور کنه و بره سر محل اتفاق. اینطوری قضاوت نکنید. ببینید مصوبات حتما پیگیری میشه و انجام میشه. اما اگر شما خیلی پیگیر هستید، مسئول اطلاع رسانی و هشدار در این مواقع کمیته اطلاع رسانی بوده که مسئولش با صدا و سیماست. شما باید صدا و سیما گزارش تهیه کنید که آیا کمیته اطلاع رسانی تشکیل داد و اقدام کرد یا نکرد. جواب شما بدید. آهان، خوبت شد. خیلی اگر پیگیر هستین چرا خودتون به موقع هشدار ندادین؟ پس معلوم میشه تقصیر خودتونه. و ستاد بحران خیلی هم خوبه. 6 سانتی متر باران یا 7 دقیقه بارندگی در مقتدرترین کشور منطقه بحران به وجود میاره. خلاصه به جای شفاف سازی برای مردم، هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه و پاسخگو نیست. در عوض همه انگشت اتهامو میگیرن به طرف یکی دیگه. ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه متهم ردیف اول تلفات سیل اخیر. هان، این شد. اصلا شما چرا خونه ساختین کنار رودخونه که وقتی سیل میاد خراب بشه؟ حالا میگن تو حریم آبیاریه. اگه تو حریم آبیاریه چطور فرمان ساخت دادن بهشون؟ مدارک داری که به هر اینا مجوز دادن؟ آره، فرمان ساختمون دارم. ببینم این فرمان ساختمونه. این نقشه تشکیلات همه چند داره. مجوز دادن که ساختین. زدن که بدون این مشکی توجه به اینکه کنار رودخونه بوده. آره مجوز داد. 10 سال پیش آقای آسیو بشی 25 میلیون پول گرفتن واسه پروان ساخت. پس این خونه ها با مجوز ساخته شده بودن. 10 سال پیش در سوادکوه مازندران برای دادن یه دونه از این مجوزها 25 میلیون تومان از مردم پول گرفته بودن. اما اهالی منطقه دلیل این خرابیا رو چیز دیگه‌ای میدونستان. که به طور کاملا اتفاقی این موضوع هم دیگه در رسانه‌های کشور دنبال نشد و فقط همین یه بار از صدا و سیما پخش شد. حریم راه از ابتدای اون پل تا این ساختمونایی که می‌بینید حریم وجود داشته که به مرور زمان با بارندگی‌های متمادی که می‌زد این هی بستر خراب می‌شد. خراب می‌شد تا اینجا پیش اومد. همم نظاره‌گر بودن مسئولین تا اینکه زد ساختمون مردم رو خراب کرد. طی 10 سال اتفاق افتاده. چند وقت این پل اینجا درست شده؟ این پل در حدود 10 سال 12 سال. عامل اصلی این پلی موقتی که باعث شده تمام آب بره زیر بنای تمام این جاده رو ببره و این ساختمون رو خراب. توجه فرمودین؟ یه پلی 10 سال پیش زده شده که باعث شده مسیر سیلاب رودخونه تغییر کنه و آب بره زیر خونه های مردم. 10 سال گذشته از این موضوع. از اونجایی که 10 سال از این موضوع گذشته و همه میدونستن که ساخت این پل غلط بوده و باعث شده که آب بره زیر خونه های مردم و هیچ کس هم هیچ کاری در موردش نکرده و از طرف دیگه صدا و سیمای ملی هم دیگه دنبال این قضیه رو نگرفته، شک ندارم که اینم یکی دیگه از شاهکارهای قرارگاه خاتم الانبیا است یا یه نهاد امنیتی دیگه شبیه اون. این قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا عجب بلایی بود و مردم ایران نازل شده. به هر حال راجع به این موضوع دیگه صحبتی نشد و متهم اصلی همون ساخت و ساز کنار رودخونه معرفی شد. در همین سیل اخیر در چند روز گذشته ملاحظه فرمودید که در بخش های مختلفی از کشور ساختمان هایی که بدون رعایت حریم و مقررات قانونی و اصول شهرسازی در کنار رودها ساخته شده بودند چگونه در کام سیلاب ها گرفتار شدند. توجه کردیم؟ یعنی مردم خودشون رفتن غیر مجاز ساخت و ساز کردن کنار رودخونه، حالا سیل اومده خرابش کرده، تقصیر ما نیستش که. اما از اتفاق این ساخت و ساز ها همه مجاز بودن، یعنی کنار رودخانه اصلی شهر وسط شهر که نمیشه بدون اجازه ساختمون 4-5 طبقه ساخت. ساختمونی که حداقل 3-4 سال طول میکشه تا تموم شه. خود مردم شهر هم گفتن همه پروانه ساخت داشتن. همین اتفاق کنار رودخانه کن هم افتاده. اینجا منطقه سولاغان در شمال تهرانی که عصر یکشنبه تعدادی از هموطنانمون بر اثر سیل جون خودشون رو از دست دادن. با اینکه روستاست اما پر از ساختمونای 5-6 طبقه است. شما در روستای سولاغان برید ببینید الان ساختمان های 8 طبقه 7 طبقه 6 طبقه الا ماشاءالله نه یک شد دو تا که بگیم از دست در رفته. از دست در نرفته.
حالا چجوری اینجوری شده؟ بعد از اینکه برخی گفتن ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه رودخانه کن قدرت تخریب سیل هفته پیش را بیشتر کرده، سری زدیم به این منطقه تفریحی. اما از بد به ورود معلوم بود که قانون را باید جور دیگری دید. همونطور که ملاحظه میکنید روش نوشته توی این منطقه ساخت و ساز ممنوعه، ولی توسط یه سری از سودجوها مخدوش شده. این سودجوها کیان که قانون رو مخدوش میکنن و حاشیه رودخانه کن رو تبدیل کردن به شهرک آپارتمانی؟ ما در زمان تحویل حریم 1305 پلاک بدون مجوز و شناسایی کردیم که بخشی از این پلاک ها دارای پروانه غیرقانونی هستند که توسط دهیاری سلوغون صادر شده. باور ندارن که مرزیم چون پول دادن مدعی هستن دیگه. بله که مدعی هستن، از بقالی سر کوچه‌شون که مجوز یا پروانه ساخت نگرفتن، از دهیاری یعنی نهاد مسئول این کار مجوز گرفتن. البته سازمان محیط زیست که وظیفه‌اش جلوگیری از تخریب این منطقه است، سالها پیش جایش را صفر کرده بود. اینجا قرار بود که مؤسسه تحقیقاتی کنن که 177 قطعه کردن و فروختن. ملاحظه می‌کنید همش ویلاست. بهش میگن شهرک دشت نمه. قرار بود یه مجموعه تحقیقاتی بشه. تبدیل شده به یه ویلای غیر مجاز. بینندگان و شنوندگان عزیز توجه داشته باشین که غیر مجاز یعنی بر اساس قوانین جاری کشور غیر قانونیه و این قانون هم مثل خیلی از قوانین دیگه کشور اجرا نمیشه و خود نهادهای مجری قانون هم از این بیقانونی سوء استفاده میکنن تا یه معنویاتی به جیب بزنن. ما در واقع توی ایران یک نوع مدیریت شهری تجارت پیشه داریم توی کشور. مدیریت تجارت پیشه، ایشون وزیر راه و ترابری نظام مقدس هستن که در ادامه سخنان جالبتری هم فرمودن. در واقع این با داستان تراکم فروشی و فروش ضوابط، حالا اما از تراکم یا ضابطه شهرسازی، وقتی اینا به فروش گذاشته میشه و مراجع کنترل پروانه اما از شهرداری ها و غیر شهرداری ها دقت نمی کنن در کاربری ها و در حرائم رودخانه ها و سایر حرائم، حرائم شهرها و حرائم جاده ها و تمام حرائم، بعدش توی بحران هاست که خودش رو نشون میده. در واقع زیر سایه نظام مقدس این مدیریت تجارت پیشه در همه بخش های مدیریتی کشور دیده میشه. حالا تو بحران ها خودش رو نشون میده؟ خب بده. در واقع با تهیه چند تا گزارش و اظهار بی اطلاعاتی مسئولین و در نهایت قول مسئولین، سر و ته قضیه هم میاد و میره تا بحران بعدی به همین سادگی. و حالا توجه شما رو به آخرین شاهکار شهرداری تهران در همین زمینه مدیریت تجارت پیشه جلب میکنم. در جلسه شورای شهر امروز پرونده تخلف یک مجتمع اداری تجاری دیگر رو شد. این بار عضو هیئت رئیسه شورای شهر از تخلف 32,000 متری یک مجتمع اداری تجاری در منطقه یک تهران پرده برداشت. 32,000 متر تخلف؟ بفرمایین کل ساختمون تخلف بوده دیگه. یعنی شما در نظر بگیرین اگر سطح زیربنای ساختمونی 1000 متر مربع باشه، یعنی 32 طبقه تخلف کرده، اضافه ساخته. قبلا اگه کسی یه بالکن اضافه میساخت میگفتن تخلف کرده، بعد شهرداری تصمیم میگرفت جریمش کنه یا دستور بده خراب کنن اون بالکنو. به گفته قناعتی پروانه این مجتمع اداری تجاری در تاریخ 30 بهمن سال 89 به متراژ 5600 متر صادر شده و در تاریخ 17 مهر 1392 مهندس ناظر اولین تخلف ساختمانی را به متراژ 16000 متر گوشزد کرد. اما پس از آن هم شهردار منطقه اجازه ادامه این تخلف را داده است. یعنی مهندس ناظر خودشو لوس کرده، رفته گزارش داده اینجا تخلف شده، 16,000 متر خلاف ساخته شده، قانون شکنی شده. بعد شهردار منطقه یعنی عالی ترین مسئول در این زمینه در اون منطقه گفته باشه ادامه بدین، اصلا 16,000 متر دیگه هم بوش بذارین. به این میدونین چی میگن؟ میگن مدیریت مقدس. دلیل پدید آمدن این مدیریت تجارت پیشه اینه که نهادها بودجه مورد نیازشون رو دریافت نمی کنن، چون پولای کشور داره یه جاهای دیگه خرج میشه، مثل هسته ای، ساخت موشک بالستیک یا کمک به دوستان منطقه‌ای. در نتیجه خود نهادها به دنبال کسب درآمد رفتن،
از راه فروش قوانین و ضوابط. و چون این راه درآمد هیچ حساب و کتابی نداره، تبدیل شده به راه اصلی میلیاردر شدن میلیاردرهای جدید کشور. شهردار تهران امروز خبر داد در جلسه‌ای که با فرمانده سپاه داشته است، سردار جعفری دستور کاهش فوری طبقات ساختمانی در حال احداث میدان سپاه را صادر کرده است. بله، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 36 سال پیش یه پادگانی رو وسط شهر تهران اشغال کرده، حالا تصمیم گرفته وسط اون پادگانه یه دونه ساختمون 20 طبقه‌ای بسازه. همینجوری ها، بالاخره کاروبار ساختمون سکه است دیگه، زمین مفتم هست دیگه، چی میخوای؟ بساز دیگه، نه جوازی نه چیزی. یعنی حتی شهردار تهران برادر باقر هم اصلا از ساخت این ساختمان خبری نداشته. خلاصه بعد از اینکه اسکلت فلزی این ساختمان درون پادگان انقدر رشد کرد تا از بیرون پادگان دیده شد، مطبوعات راجع به اون مطلب نوشتن و این شد که شهردار تهران رفت سراغ فرمانده کل سپاه پاسداران. شهردار تهران همچنین در صفحه اینستاگرام خود از فرمانده سپاه پاسداران برای کاهش طبقات ساختمانی در حال احداث قدردانی کرد. دستشون درد نکنه واقعا، وسط یه پادگانی که قرار بوده تبدیل به پارک شه، یه ساختمون 14-15 طبقه‌ای می‌سازن به جای اینکه یه ساختمون 20 طبقه‌ای بسازن. خیلی ممنون. شهردار تهران از کیسه خلیفه می‌بخشه و مهم نیستش که 14 میلیون نفر دیگه تو این شهر دارن زندگی می‌کنن و شهردار بعد از حقوق شهری اونا دفاع کنه. آقا اصلا از این موضوع ساخت و ساز و اینا بگذاریم، بریم سر یه موضوع دیگه که ما درش اقتدار داریم، مثل موضوع هسته‌ای. یه صحبتی آقای کری تو کنگره کرده، اشتباه کرده، گفته وقتی که این قلبو در میارن محلش رو بتون میریزن. ای وزیر خارجه آمریکا که در مجلس نمایندگان آمریکا برای نمایندگان داشته توضیح میداده، اشتباه گفته که در محل قلب راکتور عراق بتون میریزن. بعد چی بعد میگفته؟ قلب ریاکتور یک چاله ای رو شما فرض بکنید در زمین کندید، این جاییست که میخواد قلب ریاکتور رو بزنید. تو این چاله شما یک وسل فولادی میذارید، یه تانکر فولادی میذارید. خب ما اینو در میاریم، ما این وسل رو در میاریم، تانکر فولادی رو از این محل، و اون تانکر رو میذاریم کنار. حالا اونا میگن برای اینکه دوباره بر نگردونید بذارید، اونو توش سیمان بریزید. اونو، آهان، اونو. عجب اشتباهی کرده این وزیر خارجه آمریکا. خب اون یعنی همون قلب راکتور دیگه که کری میگفت. اما آقای روحانی روز پنجشنبه هفته گذشته در حضور رئیس سازمان جهانی بهداشت یک تشکر ویژه داشتن از تیم مذاکره کننده که رضایت به ریختن بتون در قلب راکتور عراق داده بودن. اگر من بگم در مسائل سیاسی بین المللی حداقل یکی از افراد انگوش شمار برتر کشور ما آقای دکتر ظریف بوده و هست، کارشناسان این جمله آقای روحانی رو تشکر ظریف نام نهادن و بلافاصله بعد از آن، البته از خود گفتن خیلی زشته، اما تنها هنر من این بود که این بهترین ها را برگزیدم. این جمله هم به عنوان هنر روحانی در تاریخ ثبت شد. اما رئیس جمهور منتخب در این سخنرانی چند جمله کلیدی هم بر زبان آوردند. به رؤسای کشورهای غربی به صراحت گفتم، گفتم تحریم شما نسبت به ایران کار غیر اخلاقی و غیر انسانی و ضد حقوق بشر بود. رؤسای کشورهای غربی هم گفتن حقوق بشر؟ شما که اصلا حقوق بشر رو قبول ندارین. هیچکی به اندازه این نظام مقدس حقوق بشر مردم ایران زیر پا نگذاشته. نمیشه که هر وقت به نفعتونه بگین حقوق بشر، هر وقت به ضررتونه بگین این حقوق با اصول دینی ما منافات داره. حالا چرا این تحریم ها ضد حقوق بشر بوده؟ شما سیستم بانکی رو به صورت کور قفل کردید، هیچی رو ما نمیتونستیم بخریم، هیچی رو نمیتونستیم وارد کنیم.
ما رفته بودیم رو سیستم عهد حجر با صرافی و دلالی و این که نمیشه باش زندگی کرد. ای نمیشه باهاش زندگی کرد، ولی ما خیال میکردیم نظام واکسینه شده. نمیفهمند، درک نمیکنند. اونها 30 سال ما رو در مقابل تحریم واکسینه کردن. تقیه همون دروغ مصلحت آمیزه که برابر فقه میشه به خورد مردم داد. صحبت از آقای بزرگ شد. هفته گذشته در جریان مراسمی گوش آقای بزرگ رو از نزدیک نشون دادن. مدال آوران المپیادهای علمی 22 مدال کشوری و جهانی خود رو در رشته های ریاضی، فیزیک و کامپیوتر به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کردند. ناظران پس از این دیدار متفقاً به این نتیجه رسیدن که گوش ایشان نیاز به اپیلاسیان دارد. این دیدار به مناسبت تقدیم مدال‌های مدال‌آوران بسیجی به آقای بزرگ بود که آقای بزرگ هم مدال‌ها را برگرداندن به خود مدال‌آوران. کارتون کار جالبی، هم مدال‌گیریتون، مدال‌آوریتون، هم مدالاتون که ازم دارید، هر دوی اینها اهمیت داره. من البته مدال‌ها رو اهدا میکنم به خود بچه های صاحب مدال، اینا رو نگه دارید خیلی خوب. نقطه مشترک همه این اخبار از ابتدای برنامه تا اینجا این بود که تحت مدیریت مدبرانه آقای بزرگ و زیر سایه نظام مقدس هیشکی کارشو بلد نیست، حتی این فیلمبردار بیت خدا آقا. اما هزینه های این کار بلد نبودن مسئولین رو ملت ایران باید پرداخت کنن. هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید.